ماتهو یکی از ایتالیایی هایی که به تازگی از سفری دو هفته به ایران بازگشته است به کیهان لندن میگوید آنچه در روزنامه ها از زمان انتخابات بحث برانگیز 2009 میخوااندم کنجکاوی من را نسبت به ایران برانگیخته بود. مدت ها بود که فکر سفر به ایران را در سر می ولی بعد از امضای توافق ای بود که به صورت جدی سفر به این کشور را در برنامه تعطیلات خودم گنجاندم ماتئو در ادامه گفتگو با کیهان لندن می افساید آنچه در ایران دیدم ربطی به چهره که با خواندن روزنامه ها از این کشور برای خودم به تصویر کشیده بودم نداشت ایران نه تنها یکی از زیباترین کشورهایی است که تاکنون دیدم بلکه دارای مردمی بسیار مهمان نواز است که شیوه زندگیشان با ما غربی ها تفاوت زیادی ندارد اگرچه قوانین حاکم بر این کشور محدودیت های غیر قابل قبولی را برای مردمانش به وجود آورده اند که البته بسیاری از ایرانی ها هر جا که امکان داشته باشد دور میزنند پایگاه اینترنتی سکای اسکنر ایتالیا اخیرا آماری در رابطه با کشورهایی که ایتالیایی ها برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب می کنند، منتشر ساخته است. بر مبنای این آمار میان کشورهایی که از مقصدهای معمول ایتالیایی ها نیستند ایران بالاترین رشد را داشته است. رشدی برابر با 24 ممیز 6 درصد. کشورهای آیسلند، پورتوریکو، اوروگوه، سریلانکا، شیلی، مالت و کلمبیا در رده های بعدی قرار دارند. قدیمیترین روزنامه روم ال رو در گزارشی با عنوان در جستجوی تمدن های کشف نشده می نویسد ها پس از سالها به ایران باز می گردند، تا با این مهد تمدن باستانی از نزدیک آشنا شوند. نه تنها تهران، اصفهان و شیراز، بلکه بادگیرهای یزد ویرانه های ارگ بم باغ فین کرمان و جزیره قشم از دیگر مقصدهایی هستند که جهانگردان ایتالیایی را به خود جذب می کنند خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی که با عنوان در سال 2017 به کجا برویم منتشر کرده است از 20 کشور و شهر جهان به عنوان مقصدهای بسیار دیدنی صحبت می کند که ایران یکی از آنهاست از دیگر کشورهایی که در گزارش بلومبرگ به آنها اشاره شده است می توان از سریلانکا، پرتغال، میانمار و پرو نام برد. بلومبرگ در این گزارش از قدیمی ترین کلیسای ایران در جلفای اصفهان و بازار کرمان، مساجد اصفهان و پرسپولیس یا تخت جمشید که پیشینه آن به پنج قرن قبل از میلاد مسیح باز میگردد یاد می کند. کارشناس ماونتن تراول به بلومبرگ می گوید در ایران مکانهایی هستند که در هیچ نقطه دیگر جهان نمیتوان نظیر آنها را پیدا کرد البته بلومبرگ به مشکلات شهروندان آمریکا و کانادا برای اخذ ویزای جهانگردی و مشکلات پوشش برای همه جهانگردان نیز اشاره می کند ولی می نویسد دیدار از ایران ارزش این دشواری ها را دارد بلومبرگ در گزارش خود به تسهیلاتی برای عقص ویزای توریستی در فرودگاه برای شهروندان کشورهای اروپایی و ورود گروه های جهانگردی بزرگ به بازار ایران نیز اشاره می کند. <applause> البته تنها تورهای های مسافرتی بزرگ نیستند که جهانگردان را به ایران می‌برند. در سالهای اخیر جوانانی که با کول پشتی راهی سفر می شوند نیز نگاهی به ایران به عنوان یک مقصد جالب و هیجان برانگیز دارند در شبکه های مجازی این جهانگردان از تجربه های منفی و مثبت خود می نویسند میهمان نوازی ایرانیان و زیبایی های طبیعی و اماکن تاریخی از جنبه های مثبتی هستند که این جوانان در شبکه های اجتماعی به آنها اشاره می کنند. در رابطه با جنبه های منفی سفر به ایران بسیاری از زنان و دختران جهانگرد از آزار جنسی در خیابان ها و اماکن عمومی صحبت می کنند. اخیرا یک راهنمای جهانگردی به قلم رونالد ریشتر آلمانی برای بازدید از ایران بدون مراجعه به تورها با عنوان ایران راهنمای کول بردوشان و جهاننوردان منتشر شده است که با استقبال نیز روبرو بوده است. ریشتر که تاکنون راهنماهای مشابهی در مورد چند کشور دیگر هم نوشته است در مقدمه این راهنما می نویسد آیا با این فکر مشغول بودید که به سرزمین زرین ایران سفر کنید و از نزدیک تجربه کنید که این کشور چه جایست و تاریخش چه می گوید و فرهنگش چه ویژگی هایی دارد آیا مایل هستید تجربه کنید زندگی در یک کشور اسلامی چه محدودیت هایی برای زنان و آزادی رسانه ها دارد این کتاب البته در رابطه با فرهنگ و تاریخ ایران مطالب نادرست و غیر دقیقی هم دارد و من جمله در چند جا از فرهنگ عربی صحبت می کند. البته جدیترین راهنمای جهانگردی که تاکنون در رابطه با ایران در غرب منتشر شده است راهنمای سفر به ایران لونلی پلانت است که در سال 2012 میلادی در 376 صفحه منتشر شد و 48 نقشه را نیز در بر میگیرد آنچه در رسانه های غرب در رابطه با رشد جهانگردی و توریزم به ایران نوشته می شود با نقط نظرهای ایرانیانی که در این صنعت مشغول به کارند در تضاد است جمشید همززاده رئیس جامعه هتلداران ایران اخیرا اعلام کرد 90 درصد مسافران هتل ایران بومی هستند و تنها ده درصد باقی مونده را جهانگردان خارجی تشکیل می دهند. مدیر یکی از هتل های اصفهان به کیهان لندن میگوید ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی اجباری بودن حجاب و لزوم نسبت فامیلی برای گرفتن اتاق و خدمات بسیار پایین از جمله مشکلاتی هستند که جلوی رشد جهانگردی خارجی در ایران را گرفته و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند ما شاهد افزایش قابل توجه حضور جهانگردان خارجی با وجود تمام زیبایی های کشور و مناطق دیدنی آن نخواهیم بود همین هتلدار در خاتمه میگوید ظرفیت های جهانگردی در ایران در حدی هستند که میتوانند در صورت تغییر سیاست و سرمایه‌گذاری گسترده در مدت زمان کمی درآمدی شاید برابر با درآمد نفتی برای کشور داشته باشند تلاش های دولت حسن روحانی در سالهای گذشته برای گسترش صنعت جهانگردی در ایران و جلب توریست های خارجی به حضوری پررنگتر در نمایشگاه که در کشورهای مختلف برای معرفی جنبه های توریستی برگزار می شوند، خلاصه می شود. در این غرفه ها تلاش می شود چهره خارجی پسند برای جذب جهانگردان ارائه شود و در بسیاری موارد اثری از محدودیت های زندگی روزمره در جمهوری اسلامی ایران دیده نمی شود.